أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا عرائزي در این چند روز ماه محرم عرض میکردیم که میخواستیم به یک نتیجه برسه، که نمیدونیم رسید و نرسید. یه حرف اصلی اون روز اول عرض کردم، چه بود؟ آیش چه بود؟ ذالک الیوم الحق، اون حرف اصلیه. ذالک الیوم الحق، اون روز یوم حقه. یوم عرض کردم که چی معنی میکنن؟ روز حقه، روز حقی یعنی چی؟ یعنی هنگام ظهور حق. حق اون روز ظهور می کند. حق در قیامت ظهور می کند، ظهور تام و تمام می کند. ما میگیم و شما میشنوین و من تو قرآن نگاه میکنم و مثلا فرض کنید که ممکنه بفهمم و ممکنه معنی لفظ رو داریم میگیم و ممکنه بفهمم. چه میداند؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، خدا را آنطور که بایست نمی شناسند. خدا را آنطور که بایست نمی شناسیم، نمی شناسند، نمی شناسید، نمی شناسیم. همه فعل های ممکن. یعنی چی؟ خدا چیه که نمیشناسیم؟ والارضو جمیعا قبضته، این اون روزا خوندیم، والارضو جمیعا قبضته یوم القیامه، زمین به تمامی در قبضه قدرت الهی است. والارضو جمیعا، کل زمین، جمیعا زمین چیزی نیست. والارضو جمیعا قبضته یوم القیامه. بعد چی بود؟ و سماوات، بل عرضو جمیعا قبضته یوم القیامه و سماوات مطویاتون به یمینه، در هم پیچیده شده اند آسمان ها. عرض کردیم این آسمانی که ما میبینیم که میگن مثلا چقدر 2 میلیون خورشید در کهکشان راه شیری است. بله 2 میلیون مثلا، این تازه یک کهکشانه. آخرین کهکشان هایی که دیده بودن که داره مثلا به سرعت از ما دور میشه، مثلا نورش از
2 میلیون سال نوری مثلا پیش به ما رسیده. باز تا اونجا تموم میشه تموم نمیشه. این چه آسمانیه؟ چه آسمانیه این؟ آسمان اوله. آسمانی که میبینی آسمان اوله. آسمان دوم نسبت به آسمان اول چی بود نسبتش؟ گفتی یه قطره نسبت به دریا. دوم نسبت به سوم چی بود؟ باز یه قطره نسبت به دریا. اما نسبت ها خیلی بیشتر از اینها. یعنی اول به دوم، وقت دوم به سوم، باز نسبت خیلی برتره. خب این آسمان هایی که هفت اینجوریه، بعد مثلا کل اینا در مثلا کرسی حساب کنید، بعد کلش در عرش حساب کنید. عرش یعنی کل مجموعه عالم خلقت. این کل از سماوات مطفیاتون بگیرید، کاغذ تو مشت شما میگیری له میکنی، این هم مثاله. و سماوات مطفیاتون به یمینه سبحانه و تعالی هم ما یشرکون. اگه اینو هم قد و قامت خدای متعال حساب کنی، اینو که گفتیم، اگه اینو قد و قامت خدای متعال حساب کنی، او منزه از این حرف هست. این اصلا چه ربطی داره به خدا؟ اینی که داریم میگیم، به این بزرگی که داریم میگیم، چه ربطی داره؟ ربط نداره. خب میگه چرا؟ میگه ولعرضو جمیعن قبضته یوم القیامه. چرا میگه یوم القیامه؟ مگه امروز نیست؟ امروز زمین در قبضه قدرت الهی نیست؟ آسمان ها در هم پیچیده شده در دست قدرت الهی امروز نیست؟ روز قیامت هست؟ نه، امروز هم هست. یک کسی اینا رو میفهمه اینجا، چقدر آدمی که اینو اینجا میتونه بفهمه، چقدر آدمه. خب پس امروز هم هست بابا، امروز هم نه یوم القیامه، امروز هم ولعرض و جمیعن قبضته الان و سماوات مطفیات هم بگم اینه الان. و حالا چندین چیز دیگه هم اینجا حالا میگیم که هم میگن قیامت، میگن نه آقا قیامت امروز هم هست. یوم هم بارزون، روز قیامت یه روزی که همه آشکارند. نمیتونیم چجوری بگم آشکارند. یه وقت من از این خواب براتون نقل کردم، خواب نقل میکنم از بابا، یه قصه است، آدم قصه رو بهتر میفهم. بله؟ ما قصه رو بهتر میفهم. بله بچه باید قصه گفت. یه آقای خیلی خوبی بود، ما مشهدی وقتی دیدیمش زحمت کشیده بود. بعد حالا مثلا هیچی نمیخوام بگیم اون قبل و بعدش مثلا کار ندیم، فقط همون یه تیکش میخوام عرض کنم. گفتش که خواب دیدم که من از کربلا دارم میرم نجف. عراق بود اون وقت، عراق بود اون وقتی که ما ایشون دیدیم، مشهد بود. از داستان عراقش میگه، ما از کربلا داریم میرم نجف، رسیدیم به نجف. دو تا راه در پیشم بود، یه طرف اگه میرفتی قیامت بود، اونجا قیامت برپا بود. اگه من اون راه میرفتم، رفته بودم تو قیامت و رفته بود تا آخر، یا جهنم برم از این حرفا. این ور میرفت یه درگاهی که اونجا درگاه امیرالمومنین بود. خدا قسمت عرضم به حضورتون، ما هم رفتیم اون ور. یه راه رویه، یه مثلا هشتی قدیما میگفتن، یه مقدمه ساختمانی هست، بعدم یه راه رو هست که باید بریم اونجا. اینجا یه آقای نشسته بود، یه فرشته‌ای نشسته بود رو صندلی. فرشته که رو صندلی نمیشینه، در خواب تمثل پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه، باز یه چیز فهمه، آدم چیز بفهمه. نه اینکه واقعا اونجا یه مثلا راه رو نمیدونم یه چیه، برای فهمیدن یه چیز. این فرشته رو من میدیدم که وقتی نگاه میکنه به آدم، ذره ذره وجود آدم رو میبینه. من شما رو نگاه میکنم، فقط ظاهر شما رو نگاه میکنم دیگه، میبینم شما ظاهر منو میبینید، اونم بخشی از ظاهر رو دیگه.
این ظاهر من نسبت به کل وجود ما چقدره؟ یک صدمه، یک هزارمه. اون وقتی نگاه میکرد همه چیز مرا میدید. من اینجوری احساس کردم. گفتش که چهار تا کفش بود، کفش کلا میپوشن مثل نعلین، از این به اصطلاح راه رو عبور کرده بودن، رفته بودن خدمت امیرالمومنین. هیچ کسی نبود اینجا. منم میخوام از اینجا عبور کنم. اون فرشتم نگاه میکنه، همه چیز مرا میبینه، همه چیز مرا. فقط همینش میخواستم بگیم. اونجا آدم میفهمه، یوم هم بارزون، آدم میفهمه همه چیزش آشکاره. همه چیز اینجا، همه چیز ما آشکار نیست. نیست دیگه. نیست یا هست؟ اینجا همه چیز ما برای خدا آشکار هست یا نیست؟ من که اعتقاد ندارم. شما اعتقاد دارید؟ اینجوری خواهم میگه از این نمونه. اونجا گفتن که ولعرضا جمیعا قبضته یوم القیامه. آقا یوم القیامه نیست، آقا اینجا هم هست. اینا در قیامت چی میشه؟ آشکار میشه. خیلیه. نه آشکار میشه، الان من دارم برای شما توضیح میدم، برای شما آشکار میشه. نه توضیح میدن آشکار میشه. این آدم شهود میکنن. شهود میکنن یعنی چی؟ ما که نمیفهمیم. شهود میکنن که خدا همه چیز را میداند. شهود میکنن که همه چیز در قبضه قدرت الهی است. قدرت بی نهایت رو شهود میکنن. علم بی نهایت رو شهود میکنند. روز قیامت. حالا این آیه رو میخواستیم بخونیم. حق به تمامی شهود میشود. حق به تمامی. ذالک الیوم الحق. آن روز، روز حق است. حق به تمامی آشکار میشود. همگان شهود میکنند. این همون روزا خوندیم. ان الابرار لفی نعیم من الفجار لفی جهیم یسلونها یوم الدین. گناهکاران در آتشند، روز قیامت به آن آتش وارد می شوند. این هم اون روز می فهمند. بگن اینجام تو آتش بود. کسی که گناه میکنه الان تو آتیشه. خب و ما هم انها به غائبین. اونها از آتش دور نیستن، غائب نیستن از آتش. آتش با اونا رفیقه. یعنی من خودم آتشو به پا کردم دیگه. بعد خودم آتشو بفکرم، خب این به من چسبیده، از من اصلا جدا نیست. و ما ادراک، اینو میخواستیم بگیم، و ما ادراک ما یوم الدین. تو نمیدانی روز جزا یعنی چه. و ما ادراک ما یوم الدین. ثم ما ادراک ما یوم الدین. عرض کردیم که ظاهرا در تمام قرآن این صورت بیان یک بار شده. در مورد شب قدر فهموندن که و ما ادراک ما لیلت القدر. خب هم دیگه لیلت القدر خیلی مهمه، اما و ما ادراک ما یوم الدین. اما میگه و ما ادراک ما یوم الدین. ثم ما ادراک ما یوم الدین. شما نمیدونین روز جزا چیست. به پیامبر میگه، پیامبر میدونه یوم الدین چیه. روز جزا رو میدونه یعنی چی. بهشون میگه که یعنی به ما. ثم ما ادراک ما یوم الدین. خب این یوم الدین که ما نمیدونیم چیه، این خیلی مهمه ها. مثل همون است که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. روز
جزا آن روزی است که هیچ کس برای هیچ کس، اینم اون روزا گفتیم، هیچ کس برای هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. هیچ کس برای هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. یوم لا تملک نفسون لنفسن شیئا، روزی است که مالک نیست هیچ کسی برای هیچ کسی هیچ چیز. من الان مثلا پسرم مریضه، خودش میگرم میارم مثلا پیش طبیب، خب مثلا میخواد بره مدرسه، فرض کنه که مثلا 10 تومن پول میدم که اتوبوس سوار شه، من پیشش مثلا بره. پس من اینجا ظاهرا مالک بخشی از سرنوشت فرزندم هستم. بله، اونجا هیچ کس برای هیچ کس هیچ کاری نمیتواند کنه. خب این که یک تیکش. ولی امرو یا اومزن لله، کارا دست خداست. آه امروز کار دست خدا نیست یا هست؟ فجر گفتن اون روز، بس که اون روز این آشکار می شود. این الان یه بخشی از کارا دست شماست، خدا دست شما داده، به شما اختیار داده. یه بخشی از کارهای خودتو میتونی بکنی، یه بخشی از کارا برای مردم میتونی بکنی، یه بخشی از کار مثلا فرض کن تو این روی زمین در کشور خودت میتونی جاده بکشی، در سرنوشت زمین میتونی تأثیر بگذاری. مثلا فرض کنه که میرن ابرها باردار میکنن، ابرها باران میبارد، میتونه تر ابرها تأثیر بگذاره. مثلا فرض کنه یک چیز میفرسته به مریخ، یه مقداری میتونه در جهان تأثیر بگذارد. خدا داده، اینو خدا داده. اون وقت دیگه هیچی نیست، همه اختیار، همه چیز دست خداست. ولی امرو یا اومیزن لله، امروز دست خداست، هر روز دست خداست. خوشحال آدمی که اینو اینجا میفهمه، اگه اینجا نفهمه به زحمت آدم میفته. بله، سرم شد. این آیه رو باز براتون خونده بودیم، همینه میخواییم بگیم به یه بیان دیگهش. کارها همه دست خداست، قدرتها همه بی نهایت قدرت مال خداست، بی نهایت علم مال خداست. حالا الملکو یومئذن الحق، الملکو یومئذن الحق للرحمن. الملکو ملک یعنی چی؟ پادشاه. ملک این مالکیت، ملک نمیخواد. الملکو یومئذن الحق للرحمن. اون روز آدم به سرزمینی میرسد که آنجا پادشاهی خاص خداست. این همون هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه، پادشاهی مطلق مال خداست. باز عرض میکنم خوش به حال کسی که اینو این حرفو اینجا فهم. الملک یوم اذن الحق للرحمن. ملک پادشاهی، پادشاهی حق است، پادشاهی حق مال خداست. اینجا پادشاهی بود، هم همه مجازی بود. پادشاهی حقیقی مال خداست و روز قیامت مال خداست. نه آقا، مال همیشه مال خداست. پادشاهی به معنای حقیقی کلمه مال خداست و همیشه مال خداست. باز میگیم قیامت، چون قیامت آشکار میشود. پادشاهی او، پادشاهی باز بگید بی نهایت، همه چی بی نهایت، پادشاهی بی حد و مرز، بی کرانه،
بی حد، بدون هیچ حدی، این مال خداست، حق است، مال خداست و روز قیامت این دیده می شود. و الامر یومئذ لله، کارها همه در دست خداست، علم و قدرت همه مال خداست. همه ساخته هات برباد را. بله اون آیه رو پیدا کردیم. و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی اما یشرکون. او منزه است از آنچه که ما یه روزی فکر کردیم که اینه الان صدای منو به شما میرساند، این صندلی که منو نشانده میتونم روش بشینم. نه معلوم میشه که همش دروغه. خب آدم ها دو دستن. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. در صور دمیده می شود. این صور، صور اوله. صور اول وقتی دمیده می شود همگان می میرند. مثلا در صور اول همگان می میرند، در صور دوم همگان زنده می شود. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. من در زبان عربی یعنی همه صاحبان شعور، همه صاحبان شعور میمیرند در زمین یا در آسمان. مثلا فرشتگان میمیرند، انسان ها همه، الا من شاء الله، مگر آن صاحبان شعوری که خدا میخواهد. یه صاحبان شعوری هستند، این هر کس که زنده است مثل بنده و شما، حالا شما انشالله نه، مثل بنده که زنده است اما زندگیش زندگی طبیعی است، زنده است اما زندگی طبیعی است، یا نه زندگی است که خودش آن را کسب کرد، نه زندگی طبیعی. زندگی طبیعی همه ماهیای توی دریاها زندگی طبیعی دارن، همه نمیدونم کبوترهای آسمان زندگی طبیعی دارن، ما هم زندگی طبیعی داریم. این زندگی طبیعی که متولد شدیم، خب از یک موجود زنده متولد شدیم. وقتی یک موجودی فرزند یک موجود زنده دیگریش، خب اونم زنده است، این زندگی میشه طبیعی. بعد هم مثلا فرض کن اولش مثلا معموله، فرض کن یک جنینی که متولد میشه 2.5 کیلو مثلا، خب بعدم بزرگ میشه نمیدونم میشه 80 کیلو، با همون زندگی طبیعیه، همون که 2.5 کیلو بود حالا شده 80 کیلو، یه ذره هوش و حواسش بیشتر شده، اما زندگی همون زندگی طبیعیه. اگر کسی زندگی رو خودش تونست تهیه کنه، اون زندگی دیگه در تحت مرگ قرار نمیگیره. مرگ زندگی آدم خودش آن را تحصیل کرده است، مرگ اون رو نمیتونه بپوشونه، نمیتونه از بین ببره، نمیتونه. اگر یه توی هست آب حیات، هر که آب حیات خورده باشه دیگه نمیمیره. نفخ صور آقا عالم رو زیر و زبر میکنه، اینو نمیتونه، هیچ کارش نمیکنه. مثل یه نسیم یه مدر رد میشه از کنار آدم، بعد یه نسیم رد شد آدم ترش نمیشه دیگه، بیشتر میشه. به زندگی رسیده است که اون زندگی ابدیه.
هیچ چیز آن را خدشه‌دار نمی کند. یه داستانه یه ما یه داستان هایی شنیدیم که یه ذره کوچیکی از اون کربلا هرچی زمان می گذشت، هرچی بلا بیشتر می شد، هرچی تعداد شهیدا بیشتر می شدن، خب شهیدا عزیز بودن پیش امام حسین، دوستانش بودن، دوستان خیلی خوب بودن، از همه چی برای امام حسین گذشته بودن. مثلا میگن حالا شب امام حسین اشاره فرمود پرده ها برداشته شد، اینا جاشونو تو بهشت دیدن، مثلا از بگم رو همه روشونو برگردن بهشت نمیشون خواهدن بهشت یعنی چی؟ یه همچی رفیقایی دوستانی امام حسین داره، ها اینا شهید میشن برای امام حسین خیلی گرانه دیگه. اینا دیگه شنیدین صد بار، هرچی میگذره، هرچی این بلا بیشتر میشه، صورتش بیشتر برافروخته میشه. در اون حیات اصلا یک ذره هیچ حادثه ای یک ذره آن حیات را خدشه‌دار نمی کند، غصه‌دار نمی کند، تو دلش لرزش نمیشه، عصبانی اصلا نمیشه، غمگین اصلا نمیشه. اگه به اون حیات برسه چیکار کنیم؟ بر رسیدن به اون حیات با چیکار کنیم؟ و من یعمل من از صالحاته، حالا اگه درست آیه رو بخونم، و من یعمل من از صالحاته و هو مؤمن من عمل صالح و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه. این حالا حیات طیبه، این همون حیاته یا نه؟ یا باز یک قدم بالاتری میسین که هست. ما دلمون میخواد چلو کباب بخوریم، شب روی از این تختهای خوشخواب بخوابیم، دو رکعت نمازم صبح میخونیم انشالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. آقا ما دست از امام حسین بر نداریم فعلا، مسلمون از دنیا بریم. اگه کسی دست از امام حسین بر نداره مسلمون از دنیا میره، الله وقتی یه طوری میشه دیگه آخرش درست میشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.